درگیری های روز جمعه بین نیروهای امنیتی ترکیه و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پکک در شرق ترکیه حداقل 5 کشته بر جای گذاشته است. 3 نفر در درگیری های شهر سیلوپه کشته شدند و 2 سرباز ارتش در شهر وان ترکیه جان باختند. نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه فیصل سرایلدز از نیروهای امنیتی ترکیه خواست تا برای فروکش کردن تنش‌های موجود از مناطق کردنشین عقب بکشند. وی افسود مردم در خیابان‌ها هستند و از افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌ها نگرانیم. اگر تنش موجود کنترل نشود ممکن است به سایر شهرهای ترکیه سرایت کند. همزمان روزنامه حریت ترکیه نوشت شبه نظامیان پکک در بزرگراهی بین دو بایزید و وان با تیراندازی به سوی 1 دستگاه اتوبوس ایرانی 1 تن از سرنشینان ایرانیان را کشته و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. ظاهراً پکک قصد متوقف کردن این اتوبوس ایرانی را داشته است.